خب این گزارشی که در روزنامه جروزالم پست منتشر شده در واقع میگه که این حمله‌ای که انجام شده اولا که یک حمله فیزیکی بوده، هرچند که رد نمی‌کنه که در واقع موضوع حمله سایبری هم در کار بوده، اما میگه که حمله سایبری به تنهایی عامل این انفجار نبوده. اما در مورد خود اینکه دلیلش چی بوده میگه که این یک هشداری بوده به مقامات ایران که به اونها بگن که اگر از در مسیر خودشون به نوشته جروزالم پست برای رسیدن به سلاح اتمی از یک خطوط قرمزی عبور بکنند، این در واقع این مصمم هستند که جلوی گذر اونها رو بگیرن و با این موضوع برخورد بشه. در بخش دیگه از این گزارش به موضوع یوزپلنگان ایران اشاره میشه، گروهی که در اون زمان اومدن و یک بیانیه دادن و مسئولیت این انفجار رو قبول کردن. میگه که این یوزپلنگان ایران یا یک گروه ساختگی هست یا اینکه شاید برخی از مخالفان جمهوری اسلامی با کشورهای خارجی که نام هم میبره اسرائیل، عربستان و آمریکا در واقع همکاری کردن در این انفجاری که در اونجا رخ داده. در بخش دیگه از این گزارش هم به گزارش در واقع اون اتاق فکر دیوید آلبرایت اشاره میکنه که در اونجا گفته شده بود که این انفجار در واقع ساختمانی بوده که محل ساخت سانتریفیوژهای قوی بوده. میگه که این انفجار باعث شده که برنامه اتمی ایران در اون بخش سانتریفیوژهای پیشرفته و به ویژه بخش ساخت در واقع ساخت انبوه سانتریفیوژهای IR4 حداقل یک تا دو سال به عقب بیفته. بعد باید این رو هم گفت که مقامات اسرائیلی هیچ وقت مسئولیت این کار رو به صورت رسمی قبول نکردن، اما در همون زمان وزیر خارجه اسرائیل گابی اشکنازی در یک جایی وقتی ازش پرسیده شده بود که آیا این کار اسرائیل هست، گفته بود که اسرائیل کارهایی میکنه که شاید بهتر ناگفته بمونه، و وزیر دفاع اسرائیل اما سعی کرده بود که این رو به عهده خود ایران بندازه این انفجار. ممنون از تو اشکان صفایی که همراه ما بودی.